بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، هموطنان گرامی مقیم خارج از کشور. از این لحظه و ساعت با برنامه مستقیم کنکاش، کاری از گروه سیاسی شبکه جهانی جامعه جمع، در خدمت شما هستیم. همان گونه که میدانید این برنامه ها اختصاص پیدا کرده به مسائل روز بین الملل و اهم مسائل بین المللی که فعلا یکی از اون مهمترین مسائل، مسئله افغانستان هست که در این برنامه سعی داریم همچنان ابعاد موضوع افغانستان رو با وجود اینکه تاریخ زیادی از آغاز عملیات نظامی امریکا در این کشور میگذره و تحولات زیادی هم اتفاق افتاده، ولی موضوع تازه و بروزی هست در محضر اساتید کارشناس در استودیو به نقد و بررسی بگذاریم. در جلسه گذشته در خدمت جناب آقای دکتر عباسی، استاد محترم دانشگاه بودیم، از بیاناتشون بهره‌مند شدیم و فکس ها و تلفن های زیادی داشتیم از شما که از ایشون تشکر کرده بودید و تقاضا کرده بودید که مجدداً برنامه رو با ایشان داشته باشین. ما هم از ایشون قول گرفتیم و در این برنامه ایشان انشالله حاضر خواهند بود، دعوت شدن، در راه هستند که به محض اینکه به برنامه برسن در برنامه حاضر خواهند شد و ما از بیانات ایشون استفاده خواهیم کرد. من چند تا خبر رو که به نظرم رسید مهم هست در مورد افغانستان به اطلاع شما برسونم. البته این برنامه همون گونه که میدونید برنامه خبری نیست، بیشتر ما سعی میکنیم که تحلیل ها رو به آگاهی شما برسونیم و اونچرا که در عمق اخبار وجود داره در واقع در محضر شما مطرح بکنیم. یکی از نکات مهمی که من دیدم جورج بوش در مصاحبه اعلام کرده بود و نکته مهمی هم از در آستانه سال نو میلادی هستیم، اینکه سال 2002 میلادی رو سال جنگ قرار داده و اعلام کرده رئیس جمهور ایالات متحده و در واقع این وعده رو به مردم آمریکا داده که سال آینده هم سال جنگ خواهد بود. من نمیدونم که این میشه اسمش رو چی گذاشت، آیا نوید هست، وعده هست، چی هستش که رئیس جمهور ایالات متحده به مردم داده، ولی به هر حال هشدار جدی و نگران کننده است مبنی بر تداوم جنگ از دیدگاه ایالات متحده، که نکته بسیار مهم بود. البته چیزی که به اون اشاره شده در بیانات جورج بوش ادامه حملات بر ضد تروریسم است، چیزی که همه جهان بر اون اتفاق نظر دارن و متفق القول هستن، اما همچنان واژه تروریسم همچنان تعریف نشده تقریبا باقی مونده و با وجود اینکه کلیه کشورها عملیات تروریستی رو محکوم میکنن همچنان در حاله از ابهام باقی مونده. همچنان برخی کشورها معتقدند که بین عملیات‌های در واقع مقاومت‌های مردمی و عملیات تروریستی باید تفکیک قائل شد و بر این موضع پای می‌فشارند و این گونه کشورها تعدادشون هم رو به تزايد هست روز به روز و به هر حال هنوز جمعی تشکیل نشده مبنی بر اینکه این واژه رو تعریف بکنند و بعد بر مبنای اون مبنای عمل جمعی کشورها قرار بگیره و سازمان ملل متحد که طبیعتاً برای این منظور برای مقابله با پدیده‌های بین‌المللی تأسیس یافته و اساساً بر این مبنا تشکیل شده، بعد طبعاً اثراتش رو مورد بررسی قرار بده در جوامع مختلف و بعد راهکارهایی برای مقابله با پدیده تروریسم بیاندیشه و به مرحله اجرا بگذاره. اونچه که ما امروز شاهدیم این هستش که دولت ایالات متحده پس از پدیده تأسف‌باری که اتفاق افتاد، حملات بسیار ناجوانمردانه که انجام شد، خود یک تنه به قضاوت نشسته و خودش در محکمه بدون قاضی و یک طرفه محکوم میکنه، حکم صادر میکنه و حکم بر ادامه جنگ صادر کرده و این موجب نگرانی در عرصه بین الملل هست. یک مسئله دیگه، ما در جلسه گذشته بحث تمدن‌ها رو مطرح کردیم، حالا آقای دکتر هم تشریف خواهند آورد و حوزه‌های تمدنی رو باز در محضر ایشون مورد بررسی قرار خواهیم داد، از بیانات ایشون استفاده خواهیم کرد. یکی از نکاتی که اونجا مطرح شد بحث روسیه بود و موازی که دولت روسیه گرفته. در جدیدترین موضع دولت روسیه تاکید کرده بر خروج نیروهای آمریکایی پس از حل و فصل مناقشه‌ای که در افغانستان وجود داشت از آسیای مرکزی و تأکیدی که بر جمع کردن پایگاه‌های آمریکا در منطقه هست. خب ما حساسیت دولت روسیه رو واقف هستیم و می‌دانیم که نسبت به منافع ملی خودش در واقع و همچنین اوضاع منطقه به عنوان یک قدرت منطقه‌ای نگاه می‌کنه و حساس هست، همونطور که جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان یک قدرت منطقه‌ای نسبت به این گونه عملیات با نگرانی و حساسیت بسیار تعقیب می‌کنه این گونه عملیات رو و
اظهار نظر و اظهار موضع کرده. در آخرین موضع دولت روسیه از ایالات متحده خواسته که نیروهاش رو از آسیای مرکزی خارج بکنه، امری که به نظر نمیاد با چیزی که جورج بوش اعلام کرد و وزیر دفاع امریکا اون رو پیگیری میکنه قابل تحقق باشه، چرا که خبر دیگری داشتیم مبنی بر اینکه حمله قریب الوقوعی به عراق خواهد شد. حال در این زمینه احتمالاً ما با همکارانمون در مسکو ارتباطی رو برقرار خواهیم کرد اگر بشه در این برنامه یا در برنامه‌های دیگه که این رو مورد بررسی قرار بدیم. روسیه از این منظر داره انذار میده و دولت آمریکا رو برحذر می‌داره از حمله به عراق و اینکه به هر حال ما هم هر گونه عملیات نظامی رو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای از روش بی‌تفاوت عبور نخواهیم کرد و این انذار رو داره به ایالات متحده پیشاپیش میده. من شنیدم در اخبار که البته در خبرها نشنیدم، خوندم در جایی که بحث بر سر موعد این حمله به عراق است که اگر چنانچه این اتفاق انجام بپذیره واقعا منشأ تحولات بسیاری خواهد شد و اوضاع بسیار اسفبار و نگران کننده خواهد بود، چرا که همان گونه که بارها تاکید کردیم وقتی بمبی از آسمان بر زمین فرود میاد این بمب دوست و دشمن رو نمیشناسه و وقتی بر روی شهری بمبی میفته نیروی طالبان رو از زن و مرد و پیر و کودک تشخیص نمیده، کما اینکه در افغانستان ما علارغم سکوت خبری که رسانه‌های خبری غرب اعمال کردن موقع بمباران‌های آمریکا، علارغم تمام اونها گزارشایی که خبرنگاران ما ارسال کردن حاکی از کشته شدن افراد بیگناه بسیاری در اثر بمباران‌های کور بود و این محکوم هستش همون گونه که عملیات تروریستی محکوم هست. به هر حال به نظر میرسه که اتفاقاتی در عراق به وقوع خواهد پیوست و اون چیزی که باز آقای دکتر عباسی در جلسه گذشته مطرح کردند این اتفاق خواهد افتاد و فقط سر موعدش بحثه. البته من پیش از اگر خاطر مبارک شما باشه این سلسله برنامه‌ها قبلا بود، قبل از اینکه امریکا به افغانستان حمله نظامی بکنه این سلسله برنامه بود، من اون موقع ابراز امیدواری کردم که حمله به افغانستان اتفاق نیفته و این بحران به نوعی حل و فصل بشه در سایه بین الملل و در عین اینکه تروریست ها شناسایی میشن منجر به جنگ در هیچ کشوری نشه به خاطر اینکه بیگناهان بسیاری از بین میرن. اما متاسفانه حمله به افغانستان اتفاق افتاد. الان هم من دعا میکنم که حمله به عراق اتفاق نیفته و همه ما این دعا رو داریم که حمله به عراق اتفاق نیفته به دلیل اینکه بیگناهان بسیاری کشته خواهند شد. به هر حال علارغم اینکه صدام رو ما شخصیت قابل اعتنایی در عراق نمیدونیم و معتقد هستیم که به هر حال صدام خونریزی‌های بسیاری کرده، ولی نباید به بهانه مجازات صدام حسین یا کسانی که در عراق در مسند قدرت هستند در واقع مردم عراق مورد تعدی و تجاوز و آزار قرار بگیرند، امری که در افغانستان اتفاق افتاد. یکی از نکات مورد بحث ما در این برنامه همین خواهد بود، آیا سرنوشت بن لادن مشخص شد؟ آیا ملا عمر دستگیر شد؟ چیزی که وعده نیروهای آمریکایی بود، دستگیری بن لادن، دستگیری ملا عمر و محاکمه اونها بود، هنوز که هنوزه بعد از گذشت چندین روز بمباران و حتی تشکیل دولت موقت این امر اتفاق نیفتاده. خب اگر چنانچه در عراق هم حمله به این صورت انجام بشه آیا لزوماً منجر به دستگیری صدام حسین خواهد شد؟ آیا اصولاً رژیم حاکم بر عراق تغییر خواهد کرد؟ آیا ایالات متحده دنبال تغییر رژیم در عراق است؟ اگر این چنین هست در جنگ اول دوم خلیج فارس می توانست این کار را انجام بده، ولی دیدیم که در اون مرحله متوقف شد و اکنون پس از سالیان سال پرونده ناگشوده عراق رو، پرونده در واقع باز عراق رو مجددا ورق میزنه و سعی میکنه که چیزهای دیگری رو به دست بیاره و در منطقه حضور خودش رو تثبیت بکنه. به هر حال اینا اسباب نگرانی است. نکته بعدی که ما در این برنامه سعی خواهیم کرد که باز مورد بررسی قرار بدیم و در واقع این هم یکی از خبرهایی بود که ما داشتیم، نقطه امیدی هست حالا بعد از این اخبار ناامید کننده و نگران کننده که بنده خدمتتون عرض کردم، سعی میکنم البته اخبار نگران کننده خیلی ندم، سعی میکنم بیشتر امیدوار کننده صحبت بشه در این برنامه تا ناامیدانه، ولی به هر حال فعلا زائقه بین الملل، اوضاع بین الملل خیلی شیرین نیست. ولی چیزی که امیدوار کننده بود سوگند دولت موقت افغانستان بود، مراسم سوگند به خوبی و خوشی و خیر انجام شد و دولت موقت در افغانستان به روی کار اومد.
اونچه که آقای حامد کرزای رئیس موقت دولت بیان کردن در مراسم سوگند بسیار مهم بود، پایبندی به اصول اسلام، پایبندی به فرهنگ‌های متنوع در افغانستان و قبایل و همفکری گروه‌های مختلف جهادی در افغانستان که نکته بسیار مهم و سرنوشت‌سازی خواهد بود. ماه‌های آینده برای افغانستان ماه‌های بسیار سرنوشت‌سازی هست و قرار هستش که در پی 6 ماهی که دولت موقت در افغانستان امور رو در دست خواهد داشت، بعد از این 6 ماه به دولت دیگری تغییر داده بشه و انتخاباتی برگزار بشه و پروسه‌ای که یک مقدار این پروسه پیچیدگی داره و در موقع خودش ما این رو مورد نقد و بررسی در محضر شما عزیزان قرار خواهیم داد، چون قراردادی که در بن، اون توافقنامه که در بن امضا شد، پیچیدگی‌هایی در اون هستش که باید با حضور صاحب نظران و کارشناسان مورد بررسی تجزیه و تحلیل قرار بگیریم. این پروسه فعلا شروع شده، شروعش هم شروع خوبی بود. ما دیدیم که وزیر محترم امور خارجه کشورمون به نمایندگی از کشورهای اسلامی در اونجا حاضر شد و سخنرانی کرد و این روند رو مورد تایید قرار داد. و یاد کردی هم داشته باشیم از فرمانده شهید افغانستان، کسی که سالها برای رهایی سرزمین شنگید و ناجوان مردانه ترور شد، احمد شاه مسعود، که در اون مراسم هم مورد تفقد ویژه از طرف همه گروه های افغانی قرار گرفت و به عنوان سمبل وحدت و اتحاد گروه های افغانی مورد تجلیل و احترام قرار گرفت. ملتی که به سمبل های جهاد و مبارزه خودش وفادار بمونه و اونها رو تکریم بکنه قطعا آینده خوبی رو انشاءالله البته پیش رو خواهد داشت، به شرطی که بر این میثاقی که روز گذشته بستن همچنان پایمرد و استوار بمانند. خب از همکارانم تقاضا میکنم فرصت کوتاهی رو در اختیار بنده قرار بدن تا بعد با ادامه برنامه در خدمت شما باشیم. خواهش میکنم. خب بینندگان محترم، در همین فاصله که ما تصاویر مربوط به مراسم سوگند دولت موقت افغانستان رو پخش میکنیم، خوشبختانه جناب آقای دکتر عباسی استاد محترم دانشگاه مهمان عزیز برنامه به استودیو تشریف آوردن. من خیلی مقدم میگم خدمتشون و عرض میکنم که اول برنامه من گفتم تماس‌های تلفنی و همچنین فکس‌های بسیاری داشتیم که از شما تشکر کرده بودن و درخواست از ما که مجدداً از جناب عالی دعوت بکنیم در این جلسه حاضر بشید و بحث‌های شیرینتون رو در مورد البته مسائل استراتژیک
ژئوپلیتیک منطقه بیان بفرمایید با رویکردی که خودتون دارید و اون رویکرد هم بسیار شیرین و لذت بخش، حداقل برای من که دانشجوی کوچک هستم در عرصه علوم سیاسی، و اون رویکرد آینده نگری و پیشبینی آینده هستش که شما بیان میکنید. من نکاتی رو بیان کردم، فقط تیتوار بگم جورج بوش سال آینده رو سال ادامه جنگ، در واقع نوید، حالا من عرض کردم خدمت بینندگان عزیز، نمیدونم اسمش رو نوید بذاریم، وعده بذاریم، این که جنگ ادامه خواهد داشت در سال آینده داده. روسیه تاکید کرده که نیروهای آمریکایی باید از منطقه خارج بشن، حمله قریب الوقوع به عراق پیش بینی میشه، اوضاع فلسطین به هر حال همچنان در حالی از ابهام هست، و اینکه عملیاتی که آمریکا در افغانستان انجام داد آیا به هر حال به اون نتیجه که می‌خواست منجر شد که حالا در عرصه عراق می‌خواد وارد عمل بشه یا نه نتایج دیگری مد نظر بود. به طور مشخص ما اشاره کردیم که به هر حال هدف از این عملیات رو یافتن تروریست‌ها، گرفتن بن لادن حداقل یا ملا عمر اعلام کردن، اون چیزی که از دیدگاه اونها این افراد در واقع به عنوان افراد تروریسم معرفی شدن، هرچند گفتیم که در مفهوم تروریسم هنوز اختلاف نظر عمده‌ای وجود داره و به هر حال کشورها معتقدند، خیلی از کشورها، که باید با این مفهوم تعریف بشه و بعد در عرصه بین‌الملل سازمان ملل متولی مقابله با تروریسم میشه. من خیلی صحبت کردم، از محضر شما تقاضا میکنم که مباحث ارزندتون رو شروع بکنید. خواهش میکنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر الناصر و معین. من هم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و خدمت شما و همکارانتون، عرض خسته نباشید دارم. اینکه مجددا مزاحم شدیم برجد، من خیلی بحثای خودم رو قابل نمیدونستم که وقت شما و بینندگان عزیز رو بگیرم. نکته حائز اهمیت در بحث عراق، افغانستان و کشورهای منطقه به طور مشخص و رویکردی که آمریکا در این لشکرکشی به این منطقه داشته، یه نکته حائز اهمیت درش هست. اون نکته رو حتما بینندگان عزیز باید در نظر داشته باشن. در صورت ظاهر سیاست‌های اعلام شده توسط کشورهای غربی باید به ماورایش رفت و این صورت ظاهر شده رو جدی تلقی نکرد. یعنی اینکه گفته میشه به بهانه تروریسم، بایستی ببینیم کنه مسئله چیه. اساساً اینکه دنبال تعریف مشترک از تروریسم باشیم و این حرفا ما رو به جایی نمیرسونه. طبیعتاً نکته‌ای که حائز اهمیت اون اشاره کلانی بود که جلسه گذشته هم من داشتم. هدفی نبود که تروریسم القاعده و بن لادن و ملا عمر و همچنین بحث طالبان اونجا منتفی بشه، بلکه هدف بحث استقرار در آسیای میانه بود. اشغال نظامی امروز کشور افغانستان، من تاکید میکنم روی این جمله که ارائه میکنم، بحث اشغال نظامی. اشغال نظامی به این معنا نیست که این لشکرکشی کامل باشه یا مثل لشکرکشی روسها و زمان شوروی از بالای افغانستان وارد بشن بیان همه جا رو تصرف کنن، چون همونطوری که قبلا من اشاره کردم این نوع تصرف مبتنی بر لکه جوهره. در دکترین لکه جوهر یک پارچه ابریشمی یا یک دستمال کلینکس رو دوستان بیننده در نظر داشته باشن، اگر در نقاط مختلف این دستمال یا این پارچه ابریشمی شما قطرات جوهر پراکنده‌ای رو با قطره چکون بچکونید، این قطرات وقتی باز میشن، بس پیدا میکنن، به هم میپیوندن، سطح اون منطقه رو میپوشونن. نقاط کلیدی و حساسی که میتواند در خاک افغانستان حائز اهمیت به شمار بره از نظر وضعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی و ژئوتاکتیکی، این نقاط امروز توسط نیروهای غربی کاملا پوشونده شده و تصرف شده. از پایگاه هوایی بگرام گرفته، بعد فرودگاه قندهار و هرات، از فرودگاه خود کابل، تمام اینها دست نظامی‌های مختلفی از کشور ایتالیا، کشور انگلیس، کشور فرانسه و آمریکا و غیره هست. در نتیجه این یک اشغال محسوب میشه، یعنی با این کار کرده. نسبتی که بین آقای حامد کرزی به عنوان کسی که اساساً سالهای مدیدی از زندگیش رو خودش و 7-8 خواهر و برادرش در آمریکا گذروندن، یک مجموعه هتلدار و رستوراندار در خاک آمریکا محسوب میشن این افراد، تربیت شده در واقع خود آمریکا هستن، این افراد در واقع به نوعی این تغییر در اون دولت اسلامی افغانستان که از قبل از طالبان بود، همین دولت برهان الدین ربانی، آرام طی فرایندی تغییر پیدا کرد، به دست اینها افتاد. در واقع یک نوع، من علیرغم اینکه خب نظرهای خوشبینانه هم هست، من مجبورم باز هم نظر بدبینانه خودم رو داشته باشم، حاکی از این که با وجود این تغییر و با وجود گزاره‌هایی که رنگ و بوی ملی و مذهبی داشت در این تغییر و جابجایی در قدرت، اما معتقدم که بین این اشغال خاک افغانستان توسط دول غربی، این در واقع اشغال توسط حوزه تمدن غرب،
به اضافه این دولتی که به نوعی رنگ و بوی دست نشاندگی در واقع دول غربی رو داره، یک هماهنگی و انطباقی می‌بینیم که اون هدف کلان، یعنی به این بهانه، به بهانه تروریسم آمدن مستقر شدن در افغانستان و استقرار در آسیای میانه رو رقم زده. این هم پذیرفتنی نیست که ما بگیم به قول معروف روس‌ها خواهان خروج آمریکایی‌ها شدن. اخیراً ازبکستان اعلام کرده که پایگاه هوایی ویژه رو در اختیار آمریکایی‌ها قرار میده و همینطوری که می‌دونیم سیل نیروهای آمریکایی دارن اونجا با هواپیمای C-5A گالکسی فرود میان. این هواپیما قادره که تانک حمل کنه، هلیکوپتر حمل کنه و نیروهای سنگین رو دارن میارن اونجا مستقر میکنن. آرام آرام آسیای میانه هم مبتنی باز بر همین دکترین لکه جوهر، آرام آرام نقاط کلیدی در خاک ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و اخیراً هم آرام آرام زمزمه های صحبت با ترکمنستان هم مد نظر هست. لذا اون هدف عمده این بوده و ما نباید شعار مقابله با تروریسم یا بحثایی که در سطح جهانی مطرح میشه، آنچه که CNN، BBC، یورو نیوز، ZDF و سایر شبکه‌های خبری منعکس میکنن، این رو ما صورت ظاهر قضیه بگیریم و مبتنی بر این احساس کنیم که حتما این اتفاق افتاده. لذا بحث حمله به عراق، بحث آنچه که امروز بر سر مسئله کشمیر داره بین هند و پاکستان رخ میده، اینها تماماً گزاره‌های مبتنی بر همون منازعه تمدنی است که بحث هانتینگتون بود. لذا ببینید وقتی ایشون میاد میگه لبه تمدن اسلام خونین است، هر کجا که تمدن اسلامی با تیره‌های غیر اسلامی هماهنگی و هموندی داره، یا در یک کشوری به نام که اقلیت هم مثلا کشمیری‌ها در هند اقلیتن، بوسنیایی‌ها در بالکان اقلیتن، چچنی‌ها، اینگوشی‌ها، تاتارستانی‌ها و داغستانی‌ها در روسیه اقلیتن، تمام اینجاها رو میبینیم که یک ائتلاف جهانی با غرب صورت گرفته. این ائتلاف تمدن هندویزم، تمدن کنفسیویزم چینی سر قضیه مسلمانان سینکیانگ، تمدن هندویستی هند سر قضیه مسلمانان کشمیر، تمدن ارتدوکسی روسیه سر قضیه مسلمانان چچن، اینگوش، تاتارستان و داغستان، این چهار جمهوری مستقل، و با غرب هم که در 1992، 93 و 94 دیدیم که چه بر سر مسلمانان بوسنی آوردن، سپس کوزوو و بعد هم مقدونیه. لذا هر کجا حوزه تمدنی اسلام مرزی داشته با سایر ادیان و مذاهب و تمدن‌ها و تیره‌ها، اونجا به تعبیر آقای هانتینگتون اون لبه خونین هست و یک شکل داره. ببینید تمام کشورهایی که توی لیست آمریکا برای حمله توی 10 سال آینده به تعبیر آقای رامسفیلد آمده که تو این جنگ 10 سال طول خواهد کشید، جنگ علیه تروریسم، این 10 سالی که اینها به اصطلاح مد نظر دارن، این کشورها تماما داخل حوزه تمدن اسلامیه. آیا بیرون از حوزه تمدن اسلامی هیچ گروه تروریستی نیست که بایستی آمریکایی ها و غربی ها برن با اون بجنگن؟ مشخصا ما بیش از 70 گروه چریکی در خاک کلمبیا داریم، در خود ایرلند ما 2 تا تیره به قول معروف شینفین رو داریم، ایرای موقت رو داریم، در خود باسک در منطقه اسپانیا و جنوب فرانسه ما باسک رو داریم، اتا رو داریم، در جاهای مختلف دنیا گروه‌های چریکی متفاوتی است. چرا فقط در لیست کشورهای حامی تروریسم، کشورهایی که تروریست اونجا لانه دارن، فقط سومالی، سودان، اریتره، لبنان، عراق، سوریه، افغانستان و جاهای دیگه بایستی مد نظر باشه؟ اینها درون حوزه تمدن اسلام. لذا کل تمدن غرب یک جنگ در واقع به بهانه تروریسم علیه این کشورهای درون تمدن اسلامی رو آغاز کرده. اشاره هم کردم قبلا همه کشورها هم که به عنوان نیروی پاسدار صلح انتخاب شدن که بیان در کشور افغانستان مستقر بشن، یکی از کشورهای 53-54 کشور اسلامی درش نیرو نداره. آیا مالزی، اندونزی، ترکیه، مصر، لیبی، مراکش، جاهای دیگه کشور اسلامی نیستن که نیروهای اونها هم جزء نیروهای حافظ صلح و پاسدار صلح داخل خاک افغانستان باشه؟ تمام اینها علامت سوالهایی رو جلوی ما میگذاره که ببینیم غرب به بهانه تروریسم داره یک جنگ اعلام نشده علیه جهان اسلام رو علیه تمام این 54 تا کشور معین میکنه. چرا تروریسم؟ چون بعضی از پتانسیل اون نیروهای اکتیو، من اصلا تایید نمیکنم بسیاری از حرکت های چریکی و تروریستی که در جهان اسلام یا در بیرون جهان اسلام هست، مشخصا این کاری که لشکر طیبه رفت انجام داد تو خاک هند و
به تعبیری با حمایت مثلا پاکستان بوده باشه برای اونجا توی مجلس هند بمب‌گذاری کنه یا اون کار تروریستی رو انجام بده یا کارهای القاعده یا گروه‌های تروریستی، اصلا مورد تایید نیست. این ثابت شد. هنوز ثابت شده نباشه، ولی میخوام بگم که اینها بهانه است. یعنی در واقع همونطوری که هنوز هم قضیه برج انفجار در برج‌های ورلد ترید سنتر قطعی معلوم نیست که کار واقعا گروه القاعده و نیروهای بن لادن بوده باشه، علیرغم اینکه میگن نوار ویدئویی داده بن لادن و دیگران، ولی من معتقدم که اینها بهانه است. یعنی یه بهانه رو از درون جهان اسلام غربی ها دنبال میکنن، مبتنی بر همان بهانه به خودشون حق و اجازه میدن که بیان اون نیروهای اکتیو جهان اسلام، این نیروی اکتیو جهان اسلام میشه حماس، میشه جهاد اسلامی در، میشه اخوان المسلمین، میشه نیروهای حزب الله در لبنان، این نیروهای در واقع کارآمد اکتیو جهان اسلام رو با بهانه‌ای که می‌سازن به موازات اینها، یعنی همسانسازی می‌کنن یک گروه چریکی که اون هم اتفاقا ادعای دین، ادعای به اصطلاح داشتن رگه‌های کلانی از معنویت رو داره، میان مبتنی بر اون چهره خشنی از اسلام ارائه می‌کنن، سپس با این تلقی و ارزشیابی و جنبندی که دارن به خودشون اجازه میدن بیان حمله کنن. ما اگر این 93 4 تا گروه چریکی که در جهان اسلام وجود داره رو نیروهای اکتیو جهان اسلام بدانیم، دو سومشون رو هم فرض کنید برحق بدانیم، در واقع آنچه که در خاک فلسطین داره صورت میگیره یک حرکت برحقه، آنچه که در جنوب لبنان صورت میگیره حرکت برحقه، آنچه که شیعیان عراق دارن انجام میدن حرکت برحقه، با این بهانه غرب میاد پتانسیل ها و اون قابلیت های اکتیو این تجمعات و گروهات جهان اسلام رو یکی یکی سرکوب میکنه که اینها نباشن دولت های دست نشانده که در واقع یک نیمچه دموکراسی های ناقصی رو با حمایت غرب دارن اونجا ارائه میکنن رو در نظر داشته باشه. لذا این یک حجمه کلان تمدنیه و من میخوام توجه بینندگان عزیز رو به این معطوف کنم که واقعا این که ما همیشه میگیم تمدن کنفوسیوسی چین و تمدن ارتدوکسی روسیه هم مد نظر غرب و هانتینگتون هست، من میخوام بگم که این هم محل تردیده، چون یک ائتلاف بین روس ها صورت میگیره و غربی ها سکوت میکنن، روس ها مرزاشونو میبندن، یک کشتار عظیم در چچن صورت میدن در دو سال گذشته یا میبینیم چین توافق میکنه با آمریکایی ها و منطقه سینکیانگ رو میخواد سرکوب کنه، یا همین اخیرا بحرانی که بین هند و پاکستان پیش اومده در هفته گذشته، این حاکی از این هست که یک بهانه ای داره دست هندی ها میاد، یک توافق اعلام نشده بین هند و آمریکایی ها وجود داشته سر قضیه افغانستان، حالا هند میخواد مشکل منطقه جامو و کشمیر، مشکل سرینگر، مشکل این مسلمانان این منطقه رو، چون برجت منطقه کشمیر تاج خاک شبه قاره هند محسوب میشه، اگر شبه قاره هند رو در نظر داشته باشن بینندگان عزیز، تاج این میشه منطقه جامو و کشمیر. لذا اتفاقی که داره میفته اینه که هندی ها و پاکستانی ها رو در رو بشن، بهانه ای داشته باشه هند، به بهانه این حرکت های تروریستی که از ادعا میشه از خاک هند داره صورت میگیره، یک ضربه کلیدی و حساس رو بزنن، مسئله همونطوری که مسئله افغانستان رو میخوان به یک نوعی حل کنن تو مسیر مقاصد و منویات غرب، مسئله کشمیر هم حل بشه در راستای منویات هند، مسئله چچن هم حل بشه در راستای منویات روسیه، مسئله مسلمانان بالکان حل بشه در راستای سرب ها، کروات ها، اسلوونیایی ها و کلن اسلاف های اون منطقه، و منطقه مسلمانان فلسطین هم مسئله شون یک بار با این کشتار عظیمی که آریل شارون را انداخته حل بشه برای همیشه و مشکل در واقع صهیونیست ها اونجا در حل شده باشه. از این زاویه یک هجمه کلان تمدنی صورت گرفته در ائتلافی که بین تمدن غرب و سایر تمدن هاست. من روزهای اولی که این مقاله رویارویی تمدن‌های هانتینگتون در مجله فرین آفرز منتشر شده بود 1992 یا 93 بود، دوستی میگفتش که من یک تماس تلفنی با سید حسین نصر داشتم که به اصطلاح فیلسوف بزرگ ایرانی در خاک آمریکاست، این دوست ما میگفتش که در تماسی که با ایشون توی برنامه به من کپی این مقاله رو نشون دادن و گفتن منظور این مسئله در منازعات تمدنی که گفته شده دقیقاً فقط جهان اسلامه، و من میخوام عمق نظر این مرد بزرگ رو اینجا تایید کنم که گذشته حدود 10 سال، 9 سال، 8 سال از اون قضیه داره قطعیت اینو نشون میده که کل مسئله رویاروی تمدن ها فقط و فقط تمدن اسلام رو هدف گرفته بود و تمدن غرب علیه تمدن اسلام، سایر تمدن ها هم برای مقاصد کوتاه مدتشون و دراز مدتشون به نوعی در این حجم علیه جهان اسلام دارن همکاری میکنن با غرب. بله متشکرم از فرمایشات شما. سوالات بسیار زیادی مطرح هست که من
حیفم اومد که صحبت شما رو قطع خواهش میکنم بکنم و متشکرم. اون سوالات رو مطرح بکنم. سعی میکنم اون چیزی که در ذهنم مونده حداقل بیان بکنم. به نظر میاد که الان فضای بین المللهای دکتر بعد از عملیاتی که آمریکایی‌ها انجام دادن یک فضای پارادوکسیکال هست، یعنی بله چیزی است که شاید روس‌ها هم خودشون در واقع این پلن رو نه درش نقشی داشتند برای کشیدن این پلن، ولی بالاخره شاید سهمی رو برای خودشون قائل باشن. و همچنین حوزه های دیگر تمدنی رو هم اگر مورد بررسی، اگر صرفا از زاویه تمدن ها بحث بخوایم بکنیم، هیچ کدوم در پیریزی این پلن نقش نداشتن، ولی میخواند که در این عرصه از هر کدوم از این عرصه یک بهره ای رو ببرن و هر کدوم با اهداف متفاوت. برای همین هم است که این پارادوکس در عرصه بین الملل شکل میگیره. از همین رهگذر است که میشه امیدهایی داشت که به هر حال این پارادوکس به نحوی حل بشود که به طرف در واقع فضای صلح و آرامش در عرصه بین الملل بره. به دلیل اینکه اگر حالا نظریات مبتنی بر پایان تاریخ و رسیدن به لیبرال، الگوی مطلوب لیبرال دموکراسی رو مورد قبول به فرض قرار بدیم و فکر بکنیم که آمریکا این رو پذیرفته و به عنوان یک مدل غربی، الگوی تمام عیار لیبرال دموکراسی در غرب پذیرفته، به نظر میاد که برای اینکه خودش رو به نوعی از فشارها و بحرانهای درونی راحت بکنه، به یک عرصه بین‌الملل خودش رو انداخته و اون عرصه کشورهای اسلامی هستند، این حوزه هستند که حالا همونطور که شما میفرمایید رگه هایی از سال 92 93 رگه های رشحاتی در واقع از این تفکر منتشر شد اومد بیرون و بعد الان به عرصه عمل اومده. حالا مجموعا میشه گفتش که به هر حال این هژمونی که امریکا سعی داره در عرصه بین الملل اعمال بکنه، با اون پارادوکس رو اگر ما کنار هم قرار بدیم و کارهایی که کشورهای دیگه، پلنهایی که کشورهای دیگه در واقع حالا بعد از این وقایع تحریزی خواهند کرد یا اینکه کردن تا الان، شاید بشه گفتش که در دراز مدت بهره های غیر از اون که آمریکا مد نظرش هست قرار بده. آیا حالا این تمام اینه که من گفتم و درسته؟ یعنی میشه بله. این امید رو داشت واقعا یا نه؟ بله، من معتقدم که دقیقا همین تحلیلی که شما ارائه فرمودید صحت عمل داره و دقت عمل، به دلیل اینکه در کوتاه مدت شاید مشکل روسیه در چچن حل بشه، شاید مشکل چین در سینکیانگ حل بشه، شاید مشکل هند در جامو و کشمیر حل بشه، ولی در دراز مدت تبعات برای اینها خواهد داشت. ترتیبات امنیتی قاره آسیا رو از بیرون آسیا رقم زدن. من دو سه ماه قبل یک دکترین رو ارائه کردم، گفتم که ما باید تمام کشورهای قدرتمند قاره دست به دست هم بدن، ائتلاف کنن و اجازه ندن نیروهای فراقاره‌ای ترتیبات امنیتی قاره رو رقم بزنه. و این بسیار بسیار زننده است که از ماورای قاره آسیا قدرت‌های بیان در هارتلند، در قلب سرزمین حیاتی زمین در منطقه آسیای میانه مستقر بشن و بین حوزه مقتدری مثل حوزه چین، حوزه روسی، حوزه هندی، حوزه ایرانی و غیره انشقاق ایجاد کنند. ائتلاف باید صورت بگیره علیه این دکترینی که جنبه مهار سه جانبه رو پیدا کرده. لذا در کوتاه مدت شاید این هماهنگی باشه با غرب، ولی در دراز مدت هم روس ها هم چینی ها هم هندی ها مجبورن آرام آرام ترتیباتی رو اتخاذ کنن، تدابیری رو اتخاذ کنن که بتونن علیه این در واقع سلطه‌ای که شما فرمودید، در علیه این هژمونی یک اقدام اکتیوی رو انجام بدن. بعد پارادوکسیکال و متناقض نمای این قضیه هم تا این لحظه این رو نشون میده. هم داریم. اما خواهش میکنم، اما به طور کلی فقط نکته این هست که با همه این گزاره هایی که مطرح میشه بایستی ما زمان رو در نظر بگیریم. واقعا زمان به سرعت داره میگذره و انفعال روسیه و چین و هند اینجا به ضرر همه تمام خواهد شد. بله متشکرم. خب هموطن محترم پشت خط هستم، من عرض سلام دارم خدمتشون. خواهش میکنم خودتون معرفی بفرمایید و چنانچه مطلبی دارید بیان بفرمایید. خواهش میکنم. بله سلام عرض میکنم. سلام. صدای منو میشنوید؟ بله بله بفرمایید. سلام عرض میکنم، من منوچهر رضاوندی هستم، از مندن با تون تماس میگیرم. خواهش میکنم بفرمایید. از ضمن تشکر و خوش آمد میگی شما به برنامه. خواهش میخواستم این نظراتی رو در ارتباط با حملات اخیر ایالات متحده امریکا به منطقه، من اسمشو میزنم به فلات ایران در واقع، عرض کنم. من فکر کنم یکی از دلایلش این هستش که مانع از شکل گیری اتحادیه اسلامی همچون اتحادیه اروپا بشه، چون ما میدونیم که هم در ایالات، هم در قاره امریکا و هم در منطقه
خاور دور آسیان داره شکل میگیره و زیاد هم خوشحال نیستن از اینکه اتحادیه اروپا شکل گرفته و بیشتر هم علت حمله شون در این مقطع این بوده که به وجود اومدن یورو رو زیر سوال ببرن و نظرن چندان مورد استقبال به اصطلاح جهان قرار بگیره. من معتقد هستم ضمن اینکه من خوش آمد میگم این بحث ها و اینکه چه اتفاقاتی داره میفته، من بر این باور هستم که باید بگیم که ما چه کار باید بکنیم. ما به عنوان به اصطلاح یک سرزمین و یک کشور بسیار کهن، شاید بیش از 15000 سال تاریخ و اخیراً با 1300 سال تاریخ اسلامی بسیار پربار، باید عرض کنم که ما تمام تلاشمون رو بکنیم که هم در داخل به فن و فناوری بیشتری دست پیدا بکنیم، اتحادیه کشورهای اسلامی رو هر چه زودتر شکل بدیم، بخصوص در قاره در فلات ایران. ما باید اجازه بدیم که همه کشورها که سابقا به نحوی ایران بودن بدون هیچ گونه محدودیتی به کشور ما وارد بشن و اون سرزمین مادری خودشون بدونن و سیاست های درستی رو ما باید اتخاذ کنیم و بیشتر باید از خودمون، از خودگذشتگی و به اصطلاح در ارتباط با همسایه‌هامون نشان بدیم. و از همه مهمتر این هستش که من معتقد هستم که کنکور و دیگر امتحانات ورودی برداشته بشه که فن و فناوری هرچی بیشتر در جامعه ما به اصطلاح پیش بره، ما بتونیم دیگه جلو فرزندانمون رو برای به دست آوردن مهارت‌ها و دانش نگیریم، چون واقعا همونطوری که شما فرمودید وقت بسیار تنگ هست. ما باید خیلی سریع حرکت بکنیم و الان در حال حاضر ما کارشناسان بسیاری رو در خارج از کشور داریم، ما میتونیم اینا رو جذب کشور بکنیم و همونطوری دانشجویان همسایه رو ما میتونیم جذب کنیم با برداشتن این کنکور و دیگر امتحانات که اینا بیان در ایران تحقیق کنن، پژوهش کنن و کار ایجاد کنیم. به هر حال زمینه‌های کاری در جامعه ما زیاد هست و ما بیشتر بر روی بازدارندگی باید کار بکنیم تا اینکه بگیم مثلا ایالات متحده آمریکا داره این کارو می‌کنه اون کارو می‌کنه. طبیعتاً این کارا رو دارن می‌کنن، بهانه درست می‌کنن، همه کار می‌کنن که با خود سلطه خودشون رو در جهان بسازن، اعمال بکنن. بله، خب متشکر از شما، از اظهار نظرتون تشکر می‌کنم. امیدوارم که بیننده ادامه برنامه ما باشید که آقای دکتر هم حتما در این زمینه نظرات ارزشمندی دارن و بیان خواهند کرد. بله. من خیلی تشکر میکنم از این بیننده عزیز و هموطن گرامیمون و خیلی خوشحالم که تلقی های ژئوپلیتیکال و ژئواستراتژیک در عزیزان و هموطنان ما در داخل و خارج از کشور به حمدالله خیلی زیاد هست. این رو ما به فال نیک میگیریم. بسیار ایشون نکات دقیقی رو فرمودن. البته ما قصدمون هفته گذشتم که این برنامه بود و من قصد نداشتم این هفته مصد بینندگان عزیز بشم، اشاره کردیم که ما بیشتر سعی می‌کنیم مطالب اون طرف رو بگیم و اقداماتی که از سوی دشمن داره صورت می‌گیره رو، و شاید الان به دلیل اینکه یک مقداری ما محدودیت‌های در واقع خبررسانی داریم، محدودیت‌های رسانه‌ای داریم و همچنین موقعیت‌هایی هست که دشمن در یک موضع قدرت بالاتری هست، شاید خیلی بیان دکترین‌های ما شاید حتی به ثواب هم نباشه که ما چه کارهایی می‌توانیم بکنیم و چه کارهایی باید بکنیم. اما فقط من یک گزاره رو خدمت این عزیز بزرگوارمون و همچنین سایر هموطنانمون عرض کنم که دلیل این که به این شدت و حدت غرب رو آورده به مقابله با اسلام، برای اینی که هیچ کدوم از تمدن‌های دیگه مؤلفه‌های مقابل تمدن لیبرال دموکراتیک غرب رو به چالش نکشیده. من این نوید رو خدمت این هموطن بزرگمون بدم که 1400 مورد از مؤلفه‌های بنیادی اومانیزم و تفکر لیبرال دموکراتیک احصا شده در طول چند سال گذشته در مراکز پژوهشی کلان ما و هر کدوم از این 1400 گزاره در واقع معادل‌های بومی ایرانی اسلامی ما براش تبیین شده. این برای اولین بار تولید نرم افزاری است علیه تمدن غرب، این تمدنی که بیش از 100 فیلسوف بزرگ داره و این از ارسطو و افلاطون تا در واقع هابرماس و لیوتار و فوکو و دیگران و مبتنی بر دیدگاه‌های اینها تونسته بودن نرم افزارشون رو تبیین کنن. میگن شرق پیامبر داره و غرب فیلسوف.
ولی من این نوید و خدمت بزرگمون ارائه میکنم. عزیزان بزرگوارمون ببینید، اونجا صحبت از توسعه هست، دیولوپمنت و تمام نظام برنامه‌ریزیش هست. اینجا قواعد نیل بشر به تعالی، باز مبتنی بر برنامه‌های 5 ساله و 10 ساله که فعلا مفاد دکترینالش تهیه شده. اونجا نشنال سکیوریتی یا امنیت ملی موضوعیت داره در تفکر لیبرال دموکراتیک، ولی میدونیم با وجود داشتن سلاح اتمی، با وجود داشتن در واقع تکنیک بالا در بحث بهداشت و درمان، میبینیم که در غرب انسان‌ها ناراحتی روحی روانی بالایی دارن و اساساً امنیت وجود نداره. دو تا انفجار توی نیویورک صورت گرفت، تمام غرب به لرزه درآمد، ولی میبینیم که اینجا گزاره امنیت ملی و تمام مکاتب چهارگانه امنیتی تا حتی مکتب مندیل و دیگران همه زیر سوال رفت. اینجا مقوله سعادت در واقع تبیین شده نسبت به اون. اونجا بحث جرم هست و اینکه جرم شناسی تا دکترا گرایش داره و مبتنی بر قواعد انسانی تبیین میشه، اما اینجا گناه موضوعیت داره. بنده وقتی از چراغ قرمز عبور میکنم نباید برم اون طرف چراغ قرمز این گناه به اصطلاح جرمم رو بخرم، حالا یا رشوه به مأمور بدم یا اینکه جریمه بشم. این مبتنی بر علم کلام مسیحیه که باید گناه رو خرید، بلکه بایستی من این رو گناه بدانم و برای گناه خودم توبه کنم، توبه‌ای که به زبان باشه و در اعضا و جوار هم عمل کنم بهش. و از این طیف موارد حدود 1400 مؤلفه تبیین شده، در آینده نزدیک انشالله منتشر خواهد شد و این ادبیات اون ادبیاتی است که غرب باهاش مشکل داره. غرب ادبیات خودش رو 300 سال گذشته ارائه کرده، این ادبیات کارایی خودش رو در واقع در حد مطلوب نشون داده و امروز که پست مدرنیته و ترانس مدرنیته موضوعیت پیدا کرده، همه اینها زیر سوال رفته. حالا با زور اسلحه میخواد بیاد جلوی پویایی یک تمدن دیگه ای رو که تعریف برای هر کدوم از این گزاره ها داره. عنایت دارید تمدن وقتی مطرح میشه، ما در اسلام چیزی به نام تمدن نداریم. اسلام یک قرآن یک کلمه حبشی رو به کار میبره، در درون قرآن یک واژه حبشی است که این واژه حبشی جای کلمه تمدن و سیویلیزیشن هست، اون هم هجره. ببینید تاریخ اسلام تاریخ هجریه. همه جا اشاره میکنه والذین جاهد، اشاره میکنه به وهاجروا و جاهدوا، یعنی قبل از اینکه جهد و کوشش رو بخواد رقم بزنه هجرت و اون هاجر بودن رو تبیین میکنه. تمام این گزاره ها داره تبیین میشه. انسانی که در تمدن گرد میاد از اون لحظه انحطاط تمدنش مبتنی بر دیدگاه های آرنولد توینبی و دیگران رقم میخوره، اما وقتی انسان در هجر سیر میکنه، وقتی تمدنش رو ذیل هجر میسازه، رفتن ازش نشأت گرفته میشه. لذا ما نمیگیم انسان از لحظه تولد تا لحظه مرگ، ما قبل تولدش و ما بعد مرگش رو هم مد نظر داریم. سعادت انسان رو باید رقم زد. چون این نرم افزار به حمد الله تبیین شده و انشالله آرام آرام ارائه خواهد شد، در واقع غرب احساس میکنه باید این نرم افزار بیرون خواهد آمد، تکنولوژی غرب رو خواهد گرفت و با استفاده از تکنولوژی غرب یک تمدن شکوفایی رو ارائه خواهد کرد. بابت این قضیه با توپ و تانک وارد صحنه شده که هر طوری شده جلوی این گزاره ها رو بگیره. خیلی ممنون و متشکرم. خواهش میکنم. دیگری داریم از هموطنان دیگری که من عرض سلام دارم خدمتشون، ازشون تقاضا میکنم که خودشون معرفی بفرماین و صحبتشون رو بیان بفرماین. خواهش میکنم. سلام علیکم آقایون، خیلی از لطف شما متشکرم. بحث هفته قبل شما رو هم دیدم و خیلی خیلی خوب بود. من خودتون معرفی بکنید لطفاً اول. بله، اسم من ابراهیم نژاد از مریلند آمریکا تلفن می‌زنم. متشکرم. در خدمت شما هستم. در رابطه با این بحثی که می‌کنیم که برخورد تمدن‌ها و برخورد فرهنگی تمدن‌ها، من دوست دارم یه حالت انتقاد از خود بگیرم تا یه در این جهت هم برخورد بکنیم باهاش. یعنی این وجه نیست که همیشه انتقاد بکنیم از غرب، با اینکه غرب انتقادهای بسیار زیادی داره ولی ما باید از خودمون هم انتقاد بکنیم. مثلا انتقاد ما اینه که چرا افغانستان مردمش خودشون رو به این روز کشوندن، به این بیچارگی که امروز کشیده شدن. چرا لازم نبود این همه کشت و کشتار در هرات بشه، در کابل بشه، در این طرف بشه، در اون طرف بشه؟ بعد مسئله برخورد فرهنگی با فرهنگ غربه اینه که ما وقتی با فرهنگ غرب برخورد میکنیم، چرا باید یه برخورد منفی همیشه بگیریم؟ من فکر میکنم ما یه برخورد مثبت هم یه جبهه هایش رو، نه همش رو، یه جنبه هایش رو برخورد مثبت میتونیم باش بگیریم. اما اون چیزی که برای خودم مهمه اینه که ما فرهنگمون یک فرهنگ تاقچه‌ایه. ما مولوی داریم، رومی داریم،
حافظ داریم، سعدی داریم، این داریم، اون داریم، این همه افراد بزرگ داریم، ولی اینها کتاب‌هایی هستن که در کتابخونه ها مونده، همینطور که تو کتابخونه من مونده. بله. و متن و این در متن فرهنگ جامعه ما وجود نداره. بله. و اگرم وجود داره در سطوحی وجود داره که همه‌گیر نیست. بله. برای مثال جنگ تمدن‌ها و بحث تمدن‌ها داره یه بحث تکنیکی میشه که این بحث تکنیکی همه‌گیر نیست، بلکه آقای دکتر میتونن راجعش صحبت کنن، 4 تا دکتر دیگه میتونن راجعش صحبت کنن و این در سطح جامعه مطرح نمیشه، در سطح جامعه نیست. فرهنگی که در داخل کتاب به مبحوث شده باشه و مونده باشه لب تاخچه، این فرهنگ فرهنگی نیست که ما بگیم این فرهنگ ما. فرهنگی هست در جامعه ما که حاکمه بر جامعه ما، اون فرهنگ ما. این که من بگم بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش گوهن، این فرهنگ حتی حاکم بر ایالات بله که در نیویورک هستم نیست. بله بله. خب این چیزیه که اینطوری، ولی من از آقای دکتر اینو میخواستم بدونم که چگونه ما میتونیم این فرهنگ غنی خودمون رو جایگزین وارد کشور خودمون، وارد زندگی خودمون بکنیم. بله. این مهمه. بله. من خیلی از لطف شما ممنونم. امیدوارم که این کشورهای اسلامی که دور بر ما هستن بتونن این مسئله رو، که ایالات این امارات رو ببینید شما. بله. عربستان سعودی رو ببینید شما. رفتار پاکستان رو ببینید. واقعا میبخشید که این رفتار زشت‌ترین رفتارها در این مسائل بود. چقدر خیانت به خودشون و جامعه اسلامی کردن. و اینا همیشه وجود داره. خب خیلی لطف شما ممنون. خیلی ممنون از اظهار نظر شما. به جهت اینکه وقت اون محدود هست نمیتونیم در خدمت شما بیش از این باشیم. من تشکر میکنم از شما، تقاضا میکنم بیننده ادامه برنامه باشید. یک نکته قبل از اینکه آقای دکتر شما بیاناتون رو بیان بفرمایید من عرض بکنم. ببینید این بحثی که ایشون مطرح کردن دقیقاً خودشون هم همون کاری رو کردن که ما داریم انجام میدیم. یعنی ما بحث اون کریتیکال هست، بحث نقادانه هست، انتقادی هست و طبیعتاً بحث اون نگاتیو نیست، دیدن فقط جنبه‌های منفی نیست، ولی در بحث کریتیکال یا نقادانه طبیعتاً جنبه‌های موشکافانه مورد تجزیه تحلیل قرار می‌گیره و جنبه‌های مثبت کمتر مورد تجزیه تحلیل قرار می‌گیره. این یک موضوع. دوم این که عرصه بین‌الملل به حمدالله پر از توصیف مزایا و محاسن فرهنگ غرب و رسانه‌های خبری، رسانه‌های گروهی جمعی غرب، اصلا مس مدیا برای همین به وجود اومده و دارن در اون عرصه تبلیغات گسترده‌ای در مدح این فرهنگ میگن و گفتن و خواهند گفت. دیگه نیازی نیست که حالا ما بیایم اینجا هم بخوایم اون جنبه‌های مثبت رو بیان بکنیم، هرچند که هر گونه نقدی باید منصفانه انجام بشه و ما هم به این اذعان داریم و سعیمون هم بر این بوده. اگر چنانچه این برنامه می‌بینید که یک مقدار جنبه‌های انتقادیش تیزتر از نسبت فرهنگ نقد، به خاطر این هستش که موضوع بحث ما موضوع سیاسی که عرصه اطراف کشور ما رو در واقع تمدن غرب به تدریج داره احاطه میکنه در خدمت خواهش میکنم. البته دیدگاه ایشون رو من میپسندم. بله. و تشکر میکنم از ایشون. فقط یه اشاره به ایشون میکنم که خاطرشون هست سال گذشته 1998 در ایالات متحده مولانا رو ایشون نام بردن، در واقع مثنوی اونجا ترجمه شد و 260,000 نسخه در مرحله اول فروش رفت. بله. در خاک آمریکا و کانادا مثنوی ترجمه شد و 260,000 نسخه فروش رفت. مدونا، بعضی از قطعات خواننده معروف آمریکایی، بعضی از قطعات اون رو خوند و من اطلاع دارم همایش‌های متعددی جامعه شناسان آمریکایی گذاشتن تو دانشگاه‌هاشون که چرا روی کرده مردم آمریکا یک بار یک چنین استقبال میشه. خب من اشاره میکنم که چرا یک دفعه توی غرب به هری پاتر از بعد جادو و جنبل و شمنگرایی و بعد میتولوژیستی که قضیه یک دفعه این چنین اقبال میشه میبینیم که به در واقع. پس من این رو خدمت این برادر عزیزم عرض میکنم که واقعا فرهنگ ما تاخچه‌ای نیست. وقتی زمانش میشه میاد توی صحنه، حافظ گوته رو تکون میده توی آلمان، آن ماری شیمل رو تکون میده مولانا در آلمان و یک بار ما میبینیم در خاک آمریکا مولانا میاد و این کار کرده داره. اتفاقا ما انتقاد کردیم از خودمون که اول مؤلفه های فرهنگ و تمدن غرب رو احصا کردیم، بعد نسبت به جایگزین اونها. پس بله، اول ما انتقاد کردیم، گفتیم آقا مؤلفه های این فرهنگ مهاجم چیست، این تمدن مهاجم. 1400 تا گزاره در آوردیم، از این 1400 تا گزاره حالا خودمون جایگزینش کردیم. این کاری که دیگر تمدن ها نکردن، ژاپن نکرد، روسیه نکرد، هند، چین و حتی خود اروپایی ها.
لذا از این جهت بله ما واقعا من این نظر این عزیزمون رو صائب میدونم و باید همواره یک طرفه به قاضی نریم. بله متشکرم از شما. تلفن دیگری رو آماده داریم که پشت خط هستن. من عرض سلام دارم خدمت این بیننده محترم، ضمن اینکه خودشون رو معرفی میکنن خواهش میکنم مختصر و مفید بیاناتشون رو بیان بفرمایید. خواهش میکنم. سلام علیکم. عاطف هستم از دانمارک. بله بفرمایید. جناب من به خاطر اینکه وقت زیادن نگیرم خیلی مختصر عرض کنم، اگر مقدوره در این مورد یه مقدار بحث بشه مسئله بهتر باز بشه. به عقیده من با سابقه حدود 20 ساله در خارج از کشور، به عقیده من روحیه تمدن غربی همیشه اینجوری بوده، اگر بتونیم اگر بشه دید که در صورت تجاوز با در صورت تجاوز که تمدن غربی به یک نقطه از جهان متقابل به مصر خواهد شد، روحیه تمدن غرب اجازه به خودش نمیده، یعنی روحیهشون اینجوریه، یه مقدار بازدارندگی داره براشون، جرأت این تجاوز رو بهشون نمیده. اگر ما بتونیم این موضوع رو در کشورهای اسلامی جا بندازیم که یه مقدار روی این مسئله متقابل به مثل برنامه ریزی بکنن، فکر بکنم این مسئله هانتینگتون در کوتاه مدت حل خواهد شد. اگر این مسئله رو شما یه مقدار بحث بکنید من خیلی متشکر میشم. خواهش میکنم. متشکر از تماس شما. خدا نگهدار. چه خدمت شما. قربان شما. بله خب این عزیزمون از دانمارک تماس گرفتن و گزاره رو به سمت دکترین های نظامی بردن. بله این حقیقتی که ایشون فرمودن پاشنه آشیل تمدن غرب اینه که قادر نیست تلفات بده، یعنی با تلفات دادن مشکل داره. گزاری معروف اینه که میخواید با تمدن غرب برخورد جدی کنید ازش تلفات بگیرید، به سرعت دست به عقب نشینی و واکنش میزنه. این نکته خیلی مهمیه، ولی بحث مقابله به مثل حدود قوانین بین الملل رو ما باید درش لحاظ کنیم. تو بحث مقابله به مثل که ایشون فرمودن اتفاقا یکی از حقوق شناخته شده برای ملت هاست، همین الانم هم سازمان ملل تصویب کرد که حق هر کشوری است که وقتی بهش حمله تروریستی شد بره اونجا جواب. اتفاقا آمریکا مبتنی بر این حقوقی که براش در نظر گرفته شد در آخرین مصوبه سازمان ملل به خودش اجازه داد بیاد لشکرکشی کنه در خاک افغانستان. این حق موجوده، منتهی مراتب من خدمت این بیننده عزیز عرض میکنم از بود نگرش اون دوست قبلیمون که فرمودن باید از خودمون انتقاد کنیم، کشورهای اسلامی پراکنده اند و توان مقابله اکتیو به صورت اینکه وقتی ضربه زده میشه جواب قاطع بدن رو ندارن. و اینکه گفتم نیروهای اکتیو ما رو، یعنی نیروهای اکتیو جهان اسلامی، گروه ها و تشکل ها رو آمریکا به اسم تروریست میاد بکوبه، چون ببینید وقتی اسرائیل یه کاری میکنه تو سرزمین های اشغالی حماس و جهاد اسلامی فوری میرن جوابشون میدن، فوری اینها واکنش نشون میدن، حزب الله لبنان جوابشون رو میده، اینها این گروه های فعال و الله دولت های اینها که قادر نیستن جواب بدن. از این جهت هست که یک مقدار ما اونجا مشکل داریم. البته این در مورد کشور ما فرق میکنه، ما هر بار که به ما حمله ای کردن تو طول 8 سال جنگ تحمیلی وقتی اقدام کردن کاملا جوابشون رو دادیم. الان هم ایالات متحده میداند که اینجا با یک سیستمی مواجهه در ایران که اینجا اولا یک جمعیت 60 70 میلیونی بسیار بسیار اکتیو هست، یک جامعه جوان 30 میلیونی بسیار سنگین داره، سیستم های نظامی بسیار، دو ارتش مجزا با دو قواره تاکتیکی داره. این نکته های اهمیته. یک ارتشی داریم که با دکترین های آمریکایی ساماندهی شده و خوب میتونه بجنگه، همون ارتشی که داریم که از قبل بوده، و یک ارتشی داریم به نام سپاه پاسداران که این اصلا دکترین های عملیاتیش برای غرب شناخته شده نیست، اینا نقاط قوت ماست. ما سیستم های موشکی پیشرفته داریم، ما سیستم های هوایی و دریایی داریم. از این جهت و ضمن اینکه نکته رو باید عرض کنم که اون دوستی که اول تماس گرفتن فرمودن ما نیروهای توانمند بیرون داریم، هیچگاه افغانستان یا هیچ کشور دیگه در جهان اسلام پتانسیل این نیروی توان، ما فقط در خاک آمریکا 1,200,000 ایرانی داریم که بیش از نیمی از اینها افرادی هستند فرهیخته، مشاغل بسیار خوبی رو در دست دارن و از این حیث
پتانسیل ما برای مقابله به مصر خوب هست، فقط باید ببینیم اگر قرار باشه تعرض به ما بشه این قابلیت برای جوابگویی باشه. بله متشکرم. البته همونطور که شما بیان فرمودید ایشون بحث رو بردن رو فاز نظامی، ولی میدونیم که در فرهنگ اسلامی اولین کلامی که ما بر زبان میاریم سلام هست. بله. که سلام واژه است مبتنی بر صلح و آرامش. هیچ وقت ما ضربه اول رو نمیذاریم و هیچ وقت ما هیچگاه ندیدیم که عرصه تمدن و فرهنگ اسلام هیچگاه وارد عرصه‌های شروع آغاز به جنگ باشه. وقتی این واژگان مفهوم پیدا میکنه که به هر حال عرصه بین‌الملل مثل امکنون عرصه نگران کننده باشه از منظر ما، که باید آمادگی رو داشته باشیم که چنانچه به سطح گسترده تری از درگیری ها انجامید این آمادگی داشته باشیم. البته ما امیدواریم که انشاءالله. ولی این دغدغه رو جناب سعید، این دغدغه این هموطنانمون بسیار محترم، من واقعا احترام میگذارم درست هستش، و منتها ما امیدواریم که این سطح درگیری ها محدودتر بشه و به طرف پایین بیاد تا رو به گسترش و بالا بره. این امید رو ما انشاءالله داریم. در دقایق اندکی که تا پایین برنامه باقی مونده برگردیم به موضوع حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان و اینکه شما حالا چیزایی رو بیان فرمودید در طی این دو جلسه. یک جنبندی اگر بخواید به طور مجموع داشته باشید و اینکه به هر حال با توجه به وضعیتی که در جهان اسلام هست، با توجه به حوزه‌ای که ما اینجا احسان می‌کنیم، با توجه به چیزهایی که ما واقعیتایی که داریم می‌بینیم، آیا این کاری رو که ایالات متحده میخواد با همین فضایی که من عرض کردم به وجود آورده، این کار به سرانجام خواهد رسید یا نه؟ بله. آیا این سرانجام باز در کوتاه مدت یا در دراز مدت؟ و یک جنبندی بسیار من متاسفم که بگم، همون نگاه بدبینانه، متاسفم که بگم من خیلی خوشبین به این روند نیستم. اساسا تجویز این حکومت برای افغانستان و این حضور، ببینید دارن یه تیمی میان که توی اون جلسه معارفه آقای حامد کرزی شرکت کنن، آمریکا با B-52 میاد بمبارونشون میکنه، همه رو از بین میبره، بعدم رسما اعلام میکنه اشتباه کردیم. این نشان و اینکه دعواشون دعوا بین انگلیس و آلمان هست، بالاخره کی ریاست این نیروها رو اونجا به عهده بگیره؟ قرار نیست اونجا، همونطوری که عرض کردم، اگر افغانستان آرام بشه توجیهی ندارن آمریکایی‌ها تو آسیای میانه بمانند. پس باید اینجا به هم بریزه. بله قبول دارم فردا مکدونالد میاد شعباتش رو میزنه، مردم افغانستان زنانشون از زیر برقه ها بیرون میان، مکدونالد میخورن، پپسی کولا و کوکا مینوشن، حتما آنتن های ماهواره، دیش های ماهواره روی ساختمون هاشون نصب خواهد شد و حتما قادر خواهند بود که غیر از بی بی سی و سی ان ان و سایر شبکه ها مجموعه بخش های به اصطلاح سینمایی اینها رو ببینن. اما اینها به این معنا نخواهد بود که افغانستان روی بهتری خواهد دید، اقتصادش توسعه خواهد یافت، آموزش مناسبتری اونجا خواهد آمد و اساساً روی کرده تمدن غرب رو دلسوزانه نخواهد بود. مجبوریم، بسیار ناراحت هستم که این رو میگم، ولی واقعاً نگران کننده است این حضور. هیچگاه بیگانه برای انسان سرنوشت مناسبی رو رقم نخواهد زد و تا زمانی که سرنوشت خودشون رو افغانی ها خودشون رقم نمیزنن و دیگران براشون تصمیم میگیرن، این نگران کننده است. این حضور حتما پلیس و ارتش اینها رو میخواد در آینده سامان بده، که در واقع پلیس و ارتشی قطعا دست نشانده خواهد بود. خب بسیار متشکر از اینکه در این برنامه حاضر شدید. بینندگان محترم، به انتهای برنامه دیگر از مجموعه برنامه های کنکاش رسیدیم. آیه دکتر، تلفن های بسیاری داشتیم که پشت خط موندن و نتونستن تماسی برنامه برقرار بکنن به جهت اینکه به هر حال وقت نداشتیم. فکس ها و دورنگار های بسیاری به برنامه رسید که همچنان پشت در موند و نتونستن به ما بدن. ما از شما وعده میگیریم انشاءالله در جلسات بعدی هم خدمت شما باشیم و این مباحث هر نوع که ما وارد بحث های کلان و استراتژیک بشیم به نظر من خیر هست و خوب هست و باید از این زاویه ما وارد بحث ها بشیم تا اینکه از زاویه مسائل خرد مسائل رو تحلیل بکنیم و نگاه بکنیم. انشاءالله که در برنامه آینده هم از حضور شما بهره مند خواهیم بود و به بینندگان عزیز این وعده رو من از طرف آقای دکتر میدم. انشاءالله تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می سپارم. خدا نگهدار.